خب سامت، موضوعی که خودم میخواستی صحبت بکنی چیه دانیم؟ بریم سراغ موضوع تو. موضوعی که من میخواستم صحبت کنم این بودش که به نظر شما منطقیه که میگن شاید شما در خصوص یک مسئله اشتباه میکنی، شاید، و این بدیهی هم از که انسانی ممکن اشتباه کنه، پس شما تبلیغ یک مسئله یا نکنید. مثلا چجوری بگم، میگفتم مثلا این آنتونی فلو این همه مدت زحمت کشید، همه بی خدایی تبلیغ کرد، آخرش خدا باور شد و اینا، خب ممکنه شما هم اشتباه کنید، تبلیغ نکنید دیگه. من میگم خب اینجوری که نمیشه، آدم باید روشنگری انجام بده. آدم آخه میدونی من دانشجوام و یه از این بحثای دینی و قرآنی 24 تو هر واحدمون همیشه هست و دیگه حسابی هم زیاد واسه ده عمرم در ورده، این همه درس مربوط به قرآن اینا، بعد دیگه از این بحثا زیاد انجام میدم غیر مستقیم این تبلیغات. حالا تبلیغ بی دینی که نه، ولی خب حالا میگم که یکم باهاشون صحبت کنم، یکم فکر کنن راجع به چیزایی که اینقدر بهشون باور دارم. مثلا طرف استاد قرآن بوده، راجع به تحریف نشدن قرآن صحبت نمی، گفتم قضیه قرآن سنا و اینا رو شنیدی؟ گفت نه نشنید. گفتم خب چی بگم دیگه، خودم سوالت ایجاد چیه؟ سوال کردم، خودم هم گفتم نه ممکنه. سوالم اینه که آیا این حرف درستیه به نظر شما؟ که چون اگه این ممکنه حرف قرار درست کنی باشه، ما پس تبلیغ نکن، هیچ روشنگری نکن. هیچ کسی هیچ حرفی نباید بزنه، چون هیچ کسی با قاطعیت نمیتونه در باره عقایدش صحبت کنه، چون قاطعیتی وجود نداره، پس همه باید خفه شن. دقیقاً. یعنی چی؟ ما بر اساس احتمالات زیاد نمیشم صحبت میکنیم. آره، هیچ کسی هیچ چیزی نباید بگه، چون هیچ کسی عقایدش قاطعیت نداره، پس این استاندارد عجیب غریبیه. آره اصلا منم با این مخالف بودم، واسه منم نظر شما چیه که اون همون چیزی تو زنم بود گفت. یک مسئله دیگه هم این که میگفتن تو اگه مثلا شک و شبهه داری نمیدونم برو کل کتابای مراجع تقلید و نمیدونم این استادهایی که توی دین خیلی فلانن و ببین نمیدونم بخون و بهشون ایمیل بزن و نمیدونم راجبش با اونا صحبت کن و اونا خیلی میدونن. خلاصه یه راه خیلی پرپیچ و خمی. خب راستش میخوام، منم سن زیادی ندارم، نمیتونم به همه اینا جواب بدم، ولی خب نمیدونم برای این نظرتون چیه؟ خب نه، مشکل اینه که ما برای اینکه بریم سراغ مرجع تقلید باید اول قبول بکنیم که اینا لیاقت جواب دادن رو دارن. ما پایه دین اصلا اینا مرجعیتشون بر اساس اینه که بر اساس خود دین هست. میدونیم از چه، یعنی ما برای اینکه بریم سراغ یک کسی که ما به عنوان یک مثلا متخصص قبول داریم، اول باید پایه این که چیزی که دارن مطالعه میکنن چیزی درست نمیذارم چه، یعنی من اینا تمام متخصص بودنشون بر اساس این هست که اصلا اسلام درسته یا درست نیست. اینا نمیتونیم بیان بگن که ما چجوری اینا رو قبول کنیم. یعنی خب پس ما به این وقتی ما اصلا خدا رو هنوز کسی برای ما اثبات نکرده، ما نمیتونیم بریم از تخصص کسی رو قبول بکنیم که اصلا تخصص دارن به شرط اینکه خدای وجود داشته باشه، بعدم اسلام درست باشه، بعد بر اساس اسلام اینا متخصص هستن. اینا تا وقتی که خداشون هنوز اثبات نکردن، ما اینا رو اصلا متخصص حساب نمی کنیم. تو هیچی، تو جادو جنبل متخصص. خانه حرف شما درسته، متخصص هم حرف شما درسته، منظورشون اینه که بری جای اونو صحبت کنی، اونا نمیدونم تو رو قانع میکنن. راست شو بخوای بعضی وقتا هم آره شده حرفایی بزنن که بساب من خودم به شخص جوابی براشون نداشته باشم، با خاطر یه حس بدی دارم ایجاد میکنه که میگم انگار شبیه دینی شده که مثلا من جوابی ندارم ازش دفاع میکنم. خب شما در نظر بگیر طرف 80 سالش 70 سالش داره این اصول فلسفه و هزار یه چیزو میدونه. من مثلا دانشجوی رشته مهندسی ام، خب طبیعیه که برای همه سوالایی که میپرسه جواب نداشته باشم یا چیزای دیگه، ولی خب چجوری بگم از اون طرف دین خدا هم خب یک مقداری خب بی منطقی هم هستی، خودتون که بهتر میدونید. خاطر میگم بله. نمیدونم یه چیز دیگه میگم کننده دانیل جان، وقتی دسترسی به انقدر کتاب و اینترنت و همین چیزا داریم، ما میتونیم بهترین متفکران تاریخ رو الان به راحتی بریم تمام حرفاشون رو مطالعه کنیم. این چیزایی که داره بحث میشه الان 3000 ساله، بیشتر از 3000 ساله که داره بحث میشه، ما چرا بریم با این مراجع صحبت بکنیم وقتی که میتونیم انقدر دسترسی داریم به صحبتایی که بزرگترین متفکرین جهان این همه سال با هم صحبت کرده، میتونیم بریم تمام حرفاشون رو علیه همدیگه مناظره هاشون رو با هم بریم مطالعه بکنیم. چرا بریم سر کسی که اصلا هیچ دلیل نداره که ما اصلا مرجعیتش رو قبول بکنیم؟ یعنی وقتی که این همه دسترسی داریم، منم تو کتاب، البته اگه کسی نمیدونه از کجا شروع کنه، من توصیه میکنم کتاب خودم مجانی فارسیش، لینکش روی همین دسکریپشن این ویدیو هست.
چرا خدا وجود نداره، من خلاصه تمام این بحثا رو توی کتاب گذاشتم و چون خلاصه هم هست منبع دادم برای کسایی که میخوان بعد از اون بیشتر برن بیشتر بخونن، توی هر چپتر کتاب منبع هم داره. برای همین شما از همونجا میتونید شروع کنید سراغ این مراجع. نه بفرما بابا. آره بچه ها زیاد نیستش، با مقدمش کلا 82 صفحه است، میتونین راحت اون کتاب رو به حساب مطالعه کنید. بله لینکش هم توی دیسکریپشن همین ویدیو هست، داخل دیسکریپشن هست، داخل کانال تلگراممون هست، راحت میتونین. حتی فکر میکنم تو خود سایت نه به زبان انگلیسیش گذاشتی، فری هستش درسته؟ آره مجانی هم هست. من خود یعنی شو هر کسی هم میتونه اینو چیز کنه، یعنی از من کسی من یه دو خوندمش البته. آها خوب بود، راضی بودید؟ نه بله بله خیلی شیوا و جالب نقد آه. که باید یک چند بار دیگه هنوز یک جای مختلف شده دوباره نگاه کنم، ولی اکثرانش رو واسه زیاد شنیده بودم، ولی راست شما خواهی چند تا فصلش هم اشتمانم، یکی دو تا فصلش هم برام نکات جالب و جدیدی داشتش و تا حالا اینجا ندیده بودمش. بعد آره دیگه مرسی. یکی این دانیل نکته دیگه داری اگه داری نکته آخره؟ بعد اتفاق اون شخصی که این حرف رو بهم زد، باشه باشه اگه اون شخصی که این حرف رو بهم زد گفتم حالا این همه دین و همه خدا تو این دنیا هست، حالا چه گیری دادی بریم مثلا از این مراجع شیعه بپرسیم، یه جوابی نداشت، گفت خب اینا دم دست و فلان و اینا. گفتم خب اینجوری که نمیشه، میشه همون دینی که چون دم دسته بری به همون گرایش پیدا کنی، اینجوری که نمیشه خیلی عاقلانه تصمیم گرفتش. حالا نمیدونم این به نظرتون این جواب منطقیه یا منطقی نیست. من متوجه نشدم قسمت خواهد بابا تو جواب بده این آخرش نفهمیدم چی. آها بابا نه دانیل چی گفت؟ یه بار دیگه بگو. ببخشید دانیل بگو یه بار دیگه من توجه نشدم. میگم شما چون با تجربه تر هستی و من تو این زمینه تجربه کمتری دارم، دارم از ایتون میپرسم که یکم تجربه های خودم زیاد بشه بتونم جواب بدم. امسال در واقع حرفی که زدم این بود، اون شخصی که به من ببخش بگو اون شخصی که به من گفت برو از مراجع نمیدونم شیعه و اینا بپرس اگه شبهه‌ای داری، بهشون گفتم بابا جان تو واسه چی میگی؟ برو از اینا بپرس چون دم دستم میگی. گفت آره. گفتم خب اینجوری که نمیشه، آدم حق از باطل دقیق تشخیص بده، مثلا ما بخوایم یک ببینیم آیا واقعا دین درسته خدا درسته، که نمیشه بریم اون نزدیکترینشو نگاه کنیم، خب بعد جوابی هم بعدن براش نداشته باشیم بگیم خب پس اینا درسته. به نظر من یکم غیر منطقیه. گفتم حالا اگه چیزی داری برفای من اضافه کنی که دقیق‌تر بشه بفرما. یه چیزی من میگم ممکنه بگم خب تو خودت چرا قبول، تو برای من توضیح بده که این چیزی چرا قبول داری. خب حالا من اون مرجع رو اگه یه موقع دسترسی پیدا کردم ازش میپرسم که چرا به خدا اعتقاد داری، ولی تو خودت میتونی برای من توضیح بدی که تو چرا باور داری. میگم چه سوالی هم میتونی بکنی. بعد برای اینکه خیلی دیگه طولانی نشه من چند تا چیز دیگه سریع بپرسم، این بی‌نهایت فیزیکی وجود داره یا نداره، یا فکر می‌کنم وجود نداشته باشه؟ حالا نظر شما چیه؟ بی‌نهایت فیزیکی وجود داره یا نداره؟ بی‌نهایت فیزیکی چیه؟ آها یعنی بی‌نهایت فیزیکی ببین مثلا ما چند تا بی‌نهایت داریم تو فلسفه، یه معنی میده تو واقعی. آها یعنی به صورت واقعی وجود نداره درسته؟ نمی‌دونم. نمیدونم. نه اینو دانیل اینو فکر نکنم کسی، یعنی اینو از من نباید بپرسی. ببین اینو اگه کسی، یا الان هیچکی نمیدونه یا کسانی که میدونن اینجوری نشه سر روی میز فکر، یعنی روی میز روی صندلی بشینم بگم من فکر. ببین جواب یه همچین سوالی رو خب نمیتونی بگی که من به نظرم میرسه که بی‌نهایت فیزیکی، یعنی مثلا جهان، آیا مثلا بی‌نهایت فضا داریم یا نداریم، آیا بی نهایت زمان داریم یا نداریم. خب جواب این سوالا رو اگه کسی با فکر کردن به نتیجه برسه، نتیجهش معنی نداره. خب اینا یه سری محاسبات ریاضی فایده ای نداره. آره فایده ای نداره. اینا رو من و تو باید منتظر بمونیم ببینیم کسایی که مثلا تو فیزیک نوین دارن نتیجه گیری میکنن با محاسبات ریاضیشون و با اون چه میدونم تو سرن با چیزی هایدرون چی؟ اسکالیتر، همون چیزی که میچرخونن پارتیکل ها رو میزنن به هم توی سرن، با اون چیزا این نتیجه ها از اون چه نتیجه هایی میگیرن با نگاه کردن به سانتریفیوژ. نه 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 هایدرون کلایدر توی
سرن رو میگم که این پارتیکل ها رو میزنن به هم. نمیدونم چی میگم؟ حالا مهم نیست. من میگم کسایی که تو فیزیک نوین دارن کار میکنن. زئوس شنیده بودم میگفت. آها ببین، زئوس ممکنه اینو نتیجه درستش رو داشته باشه و اینکه رفته خونده که دیده که دانشمنده الان به کجا رسیدن به این نتیجه. خب ولی اگه از این لحاظ فهمیده خب حرفش درسته، ولی این نتیجه یعنی ممکنه بعدا عوض بشه ها، یعنی این چیزی نیست. این فیزیک نوین درسته، هر 10 سال یه بار نتیجه‌اش عوض میشه. پیامبر و کتاب مقدس نداریم، ممکنه عوض شه. آره درست، ولی منظورم اینه که اینا نتیجه هایی نیست که ما بتونیم بگیم آرمین به نظر تو مثلا بی‌نهایت فیزیکی وجود داره یا نداره. نظر من اینجا هیچ اهمیتی نداره. خب هر کسی هم که توی این رشته ها کار نمیکنه باید بدونه که نظرش هیچ اهمیتی نداره. یعنی ما میتونیم بدونیم که آخرین نظریات یا میدونیم آخرین نظریات علم نوین چی هست، ما میگیم خب ما الان بیشترین احتمال به اون میدیم، و چون منم نمیدونم گفتم نمیدونم الان نظریه درباره این موضوع چیه. ولی خب نظر خودم به طور شخصی هیچ اهمیتی کسی نباید بهش بده. درسته؟ بله متوجه شدم. بعد یکی این بود، یکی هم برای روشمندی علمی و چیز دیگه ای بود. خب اونم که حالا باشه، سوال دیگه ای بود بعدا مطرح کنم، چون ممکنه الان دوستان دیگه معطلن، میخوام بیام بالا صحبت کنم. بس من فعلا منتظر میمونم. فعلا خداحافظ. بدرود. فعلا مرسی.